در روتیشن اومدن اینفستیشن های پوستی رو برای ما بگن. البته با توجه به اپیدمی کرونا خوشبختانه ما الان این عفونت ها رو هم کمتر شاهدش هستیم. واقعا تو سال گذشته پدیکولوزیس و اسکیبی سینا جزو خیلی مشکلات شدیدی بود که ما مرتب باش مواجه بودیم. البته فکر میکنم الان بیمارستان راضی، هنوز هم شیوعش بالاست افرادی که مراجعه میکنن، ولی با توجه به کاهش مسافرت ها و تعطیلی مدارس خب این عفونت ها کمتر شده. از خانم دکتر خواهش میکنم که مطلبشون رو شروع بکنم بفرمایید. حالا در حینش هم اگر که همکارای محترم رزیدنت، همکارای محترم فلو سوالی داشتن که مطرح میکنن پاسخگو خواهیم بود و انشاءالله ببینیم در ادامه چی پیش میاد. بفرمایید خانم دکتر. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر، خیلی خوشحالم که در جمع اساتید و همکارای مرکز طبی کودکان هستم. همونجوری که استاد ارجمند خانم دکتر ممیشی فرمودن، من مباحث عفونی پوست از اینفستیشن ها شروع می کنم که در واقع کیس های از اسکی بیز و به خصوص از نوع کلاسیکش رو کمتر توضیح میدم و بیشتر انواع غیر کلاسیکش که در سنین پایین تر ممکنه یک در واقع اشکال ناشایع تری به صورت فرمهای آتیپیکال تظاهر پیدا کنه، رو اونا بیشتر فوکوس میکنم. همینجور که میدونیم اسکیبی توسط مایتی به نام سارکوپت اسکیبی در واقع ایجاد عفونت میکنه در تمام گروه های سنی و در تمام جوامع، حتی کشورهای پیشرفته همچنان دیده میشه و مشکلزا هست و خود مایت با چشم مسلح دیده نمیشه. این مایت ماده هست که در واقع در سطح پوست، در لایه شاخی پوست ایجاد بارو میکنه و باعث علائم بیماری میشه و همینجور که در این نما میبینین مایت ماده است که در لایه شاخی پوست ایجاد بارو کرده و همونجا تخمریزی میکنه و این حتی جفتگیری مایت نر و ماده در همون بارو صورت میگیره. و خدمت رو عرض کنم که میزبان اسکیبی در واقع این مایت فقط انسانه و حالا بعد توی نکات درمانیش میگیم که حالا به چه درد میخوره که این مایت اصلا به حیوانات منتقل نمیشه و طول عمر مایت ماده معمولا 4 تا 6 هفته است و روی بدن انسان و در این مدت حدود 50 تا تخم داخل باروها میگذاره، ولی در بیرون بدن انسان بیشتر از 24 تا 36 ساعت در دمای اتاق بیشتر زنده نیست، ولی فرم لاروش که بهش نیمف میگن اون میتونه حتی 2 تا 5 روز زنده بمونه. این هم تو نکات درمانی کمک کننده هست. معمولا روی بدن انسان حدود در هر عفونت اسکیبیز 10 تا 15 مایت ماده بیشتر وجود نداره، ولی مواردی از کلاسیت اسکیبیز که بعدا به اون اشاره میکنن حتی تا میلیون ها مایت میتونه وجود داشته باشه. انتقالش چطوریه؟ انتقالش صرفا از راه تماس نزدیک انسان با انسان و در بالغین فقط گفته شده بیشتر سکچوال کانتکته و نقش انتقال از فومیتس یا وسایل گفته شده کنتراورسی است. اون دیگه حالا ما خیلی مثلا نسبتش وسواس داریم، بیشتر مقالات میگن کنتراورسیه، ولی یه سری از مقالات بوده که تو مایت زنده را توی در واقع غبار وسایل خونه تونستن پیدا بکنن. در بچه ها انتقال از طریق خوب همون تماس فیزیکی خیلی نزدیکه که معمولا بین بچه ها با والدین یا کسایی که ازش مراقبت میکنن اتفاق میفته. نوع کلاسیک اسکیبیز که در بالغین دیده میشه معمولا در واقع چیزی که این نکته اولی نکته رو بگم، علائمی که ما در اسکیبیز میبینیم ناشی از چیه؟ این علائم در واقع بعد از یک پاسخ ایمونولوژیکی که 4 تا 6 هفته معمولا بعد از این که فرد آلوده شده اتفاق میفته و این پاسخ ایمونولوژیکی که ایجاد علائم میکنه که شایع‌ترین علائم همونطور که میدونین خارشه، یه خارش شدید که بیشتر در شبه و معمولا هم با گرما بدتر میشه. در بالغین معمولا به صورت همونطور که در این شکل بعدی میبینیم به صورت پاپولای اریتماتو اکسکوریتد و سایات وزیکولوپوستوله رو اگزمایی دیده میشه. جایی که ما باید دنبال مایت بگردیم که حالا هم در این شکل شماتیک نشون داده شده که با دایره هایی که
قرمز پررنگ ترن معمولا لای انگشتان دست و مچ دست هست در بالغی، ولی اون مواردی که با صورتی کمرنگ نشون داده شده جاهایی که بیشتر ما پاپولای تیپیک بیماری را میبینیم، پشت قفسه سینه ناحیه دور ناف ژنیتالیا و فلکسورها. اینا رو میگم که بعد مقایسش بکنیم در بچه ها و شیرخواران و در سن پایین تر. همینجور که در این شکل میبینیم لای انگشتان یا وب انگشتان محلیه که وقتی ما به اسکیبیز شک میکنیم حتما این نقطه رو معاینه میکنیم و معمولا بارو که تو این شکل به صورت فلش نشون داده شده که در واقع یه مارپیچی که یه به صورت یک خطوط مارپیچی سفید رنگه که حد اکثر 1 سانتی متر طول داره و در انتهاش ممکنه یه نقطه سیاهی دیده بشه که همون محل قرارگیری مایت ماده است. و اخیراً که درماتولوژیست ها از درموسکوپی به صورت وسیع استفاده میکنن، خیلی راحت ما میتونیم این باروها رو ببینیم و نمای مخصوصی در درماتوسکوپی دارن. در کارهای تشخیصی که برای بعد از اینکه شک میکنیم به گال اینه که خب تشخیصش از لحاظ اون باروی که معمولا تو مناطق گفتم میبینیم و اون الگوی زایعات که در اون مناطقی که گفتم مثلا در آگزیلا بین سینه ها دور آرئولا خانم ها سینه خانم ها ناحیه ژنیتال و همونجوری که گفتم مچ دست و مچ پا و به انگشتان و این نمایی که میبینیم و شرحال خارش در خود فرد و خانواده اش معمولا سرنخ تشخیصیه. و خب تشخیصش با اینکه یک اسکرپ پوست بکنیم معمولا با بیستوری 15 که زیر میکروسکوپ حالا یا با مینرال اوی روش میذارن یا کاوهاش گفته شده که برتری کمتری داره به خاطر اینکه ممکنه اون اسکیبالا های در واقع مدفوع گال رو از بین ببره. خب ما میتونیم زیر میکروسکوپ خدمت رو عرض کنم که همونطور که در این شکل میبینیم خود مایت رو ببینیم، اوواهاش رو ببینیم و اون نقاط سیاه رنگ اسکیبالاش رو، ولی خب ممکنه حالا یکی یا دو تا از اینها دیده بشه. در مواردی هم که خب معمولا شکمون کمتره یا به دلایل دیگه مثلا به تشخیصای دیگه فکر کردیم، بیوپسی هم کمک کننده است. خیلی وقتا تصادفی تشخیصای دیگه مطرح بوده که توی بیوپسی ها اسکیبیز دیده شده و خیلی خط اول برای تشخیص اسکیبیز ما معمولا بیوپسی انجام نمیدیم. میرم توی در واقع کیسایی که مربوط به بچه ها و سنین پایین تره. این کیس یه شیرخوار 6 ماهه بوده که این زایات پوستی داشته که همونجور که میبینین در ناحیه پشت کمرش به صورت پاپول های اریتماتو در زمینه یه بیس اریتماتو هم جلو و هم قفسه سینه و شکم و هم پشت بوده و در معاینه دقیق تر متوجه میشیم یه سری وزیکولوپوستول کف دست و پاش هم دیده شده که خب تشخیص و این شیرخوار کاملا بیقرار بوده، پورفیدینگ داشته و تشخیص اسکیبیز براش داده شده. این نکته مهم اینه که این وزیکولوپوستول های کف دست و پا بسیار کاراکتریستیک برای اسکیبیز در شیرخواران و یکی از تشخیصه که حتما باید مد نظر داشته باشین اسکیبیز در این موارد. این اشکال هم همین که در تصاویر بالا میبینیم یکی از محلهای شایعی که ما بارو را میتونیم توی شیرخواران ببینیم کف دست و پاشون و هم مچ پا. مچ پا معمولا خیلی بارو را خوب میشه دید که توی این شکل بارو را از نمای نزدیکتر نشون داده و خدمتتون عرض کنم که در این شکل هم به صورت یه سری پاپولهای اریتماتو دیده میشه. انواع نودولار اسکیبیز خدمتتون عرض کنم که توی بچه ها و هم توی بالغین دیده میشه که نوع نودولار اسکیبیز در بالغین بیشتر توی ناحیه ژنیتال به خصوص پنیس و اسکروتوم آقایان دیده میشه، ولی در بچه ها هم به صورت شایع نودولار اسکیبیز دیده میشه و میتونه آگزیلا همونجوری که در این کیس میبینین ناحیه اینگوینال و حتی مچ و ژنیتالشون رو درگیر بکنه. خارش خب معمولا زیاده و خدمت رو عرض کنم که ممکنه عفونت ثانوی هم اتفاق بیفته. شکل سمت رو یه اسکالپ شیرخوار رو نشون میده که زایات اسکیبیز میتونه درش وجود داشته باشه و برخلاف بالغین درگیری صورت اسکالپ در شیرخواران به صورت شایع دیده میشه. و این شکل سمت چپ هم باروها رو در واقع در کناره های پا
در بچه ها نشون داده که خب یه محل شایعی که ما این باروها رو میتونیم ببینیم. نودولار اسکیبیز در شیرخوارا میتونه اصلا تظاهر غالب بیماری فقط به صورت نودول باشه و اون فرمای وزیکولوپوتول کمتر دیده بشه، که نودولار اسکیبیز بسیاری از موارد خب تشخیصش مشکل تره و خیلی وقتا معمولا با تشخیصهای دیگه اشتباه شده. همینجور که میبینی هم به صورت نودولار اسکیبیز در سر تا سر بدن، ولی خب تو چینها بیشتر یا ناحیه اسکروتوم میتونه دیده بشه. اسکیبیز میتونه به صورت ثانویه با استافیلوکوک و استرپتوکوک در واقع عفونت ثانویه با استرپتوکوک تو شایعه که یا به صورت ایمپتیجنایز میشه یا اینکه به صورت پوستول دیده میشه. گفته شده در یه سری از مقالات عفونت با اسکیبیز میتونه ریس فاکتور پست استرپتوکوک گلومرولونفرایتیس باشه. این در این شکل یه شیرخواری بوده که به دنبال اسکیبیز دچار سوپر اینفکشن با استاف و حتی سپتیسمی شده. کیس بعدی یه شیرخوار 4 ماهه بوده که خب قبلا شیرخوار بدون مشکلی بوده که مراجعه کرده بوده با یه راشی که پدر و مادرش از 3 روز قبل متوجه شده بودن که یه سری نودول های قرمز کوچکی روی بدن و یه سطح تنه و پشت کمرش داشته و به تدریج پخش میشه، میاد سر و گردن و انتهاهاش رو درگیر میکنه. مادرم تو شرحال سابقه زایات خارشتا رو داشته و اینکه ولی شیرخوار اصلا هیچ مشکل تغذیه‌ای و حتی اختلال رفتاری و خواب نداشته. تو پاس مدیکال هیستوری مادر و کودک هم نکته خاصی نبوده. در معاینه شیرخوار کاملا آلرت بوده و آروم به بغل مادرش خوابیده بوده. در معاینه پوستیش علاوه بر این نودول هایی که میبینین به صورت قرمز روی پشت تنش و در واقع پشت و شکمش وجود داشته، یه سری زایت پاپولوپوستولار هم روی قفسه سینه و شکم و باتوک و گردن و ساق پاش داشته و یه دونه وزیکول تکی روی کف دست داشته، ولی وزیکولی حتی روی پاهاش نداشته. تمام بررسی هایی که برش انجام شده نرمال بوده و حتی آرتیار سفریز و کشت خون و پوست برش انجام میشه اینا منفی بوده و با توجه به شرحال خارش در مادرش و اون زایات وزیکولوپوستولاری که داشته، همون تک وزیکولی که داشته و شک میکنن به اسکیبیز، براش اسکین اسکرپینگ انجام میشه و تایید میشه. و خب من این کیس رو گذاشتم برای اینکه بدونیم در نوزادان اشکال آتیپیکاله که انتظار نداریم، که اشکال توی اسلایدهای بعدی بهش اشاره میکنم، اشکال تیپی که در واقع تظاهرات شایع اسکیبیز ممکنه دیده نشه، که در این جدول در واقع مقایسه کرده کلاسیک اسکیبیز رو با نئونیتال اسکیبیز. در نوع کلاسیک اسکیبیز خب ما همچنین گفتیم درگیری بیشتر در وب، در تنه، در وب بین انگشتی، در تنه، در ژنیتال ها، در فلکسورها، ولی معمولا کف دست و پا و اسکالپ و صورت درگیر نیست، ولی در دوران نوزادی بیشتر درگیری روی صورت، اسکالپ و کف دست و پاست و دوباره تکرار میکنم به صورت کاراکتریستیک اون وزیکولوپوستولا. ولی خب خیلی از موارد حتی ممکنه اونا به تعداد زیاد هم نباشن و به صورت اشکال دیگه ای باشن، ولی فرم وزیکولوپوستولا بولا و اروژن اولسریشن بیشتر دیده میشه نسبت به زایات اگزمایی. بارو هم در نوزادان معمولا دیده نمیشه و خیلی ممکنه به ما کمک نکنه و اکثر موارد ما اسکیبیز رو در نوزادان وقتی تشخیص میدیم که بهش فکر کنیم و جزء دیفرنشیال دیاگنوزمون باشه. خارش هم در نوزادان همونجوری که در این کیس دیدیم خیلی وجود نداشت، که شیرخوار آروم بود، هیچ مشکل تغذیه‌ای و اختلال خوابی نداشت. و در مورد درمانش که حالا بعداً صحبت میکنیم. و دیفرنشیال دیاگنوزای نئونیتال اسکیبیز که اینا اکثرا با تشخیصای دیگه که حالا در اسلایدهای بعدی میگم، حتی با لانگرهانس هیستیوسیتوز، آتوپیک درماتیت، سبوریک درماتیت و اینفانتایل آکروپوستولوزیس، اگه این ترم رو شنیده باشین، اون هم یک بیماریه که به صورت دوره‌ای دستجات از زایات وزیکولوپوستولار فقط در مناطق آکرال میزن تو شیرخوار و میره و میاد، ولی خب هیچ شواهدی از اسکیبیز درش دیده نمیشه. این هم دیفرنشیال دیاگنوز اسکیبیز هست. چندین کیس ریپورت که من خودم 3-4 سال پیش یک
در واقع نوزادی داشتم که با یه سری زایات پاپولر و نودولر اومده بود که خب ما تشخیص اول لانگرهانسل هیستیوسیتوز براش داده بودیم و تشخیص های مثل لنفوم و در واقع زایات اینفیلتریتیو پوستی و خب با معاینه دقیق تر که شک یعنی تو معاینه که نگاه کردیم کف دست و پاشو با یه سری ویزیکول پوستیلای به مقدار کم داشت، با اینکه حتی پاتولوژی هم خود مایت رو ندید ولی با درمان در واقع ضد اسکی به صورت کامل و عالی جواب داد. و مقالاتی که من نگاه کردم بسیار بسیار کیس ریپورت هایی که حتی نه تنها اشتباه با لانگرهانسل هیستیوسیتوز تشخیص داده شده، مدت ها مریض کموتراپی می شده. چرا؟ چون حتی پاتولوژی هم اشتباه می کنه. یعنی توی موارد اسکی بیز به خصوص تو شیرخواران نوزادان توی پاتولوژیش هم به مقدار زیاد لانگرهانسل دیده میشه و جالبه که حتی اینا رو آی‌اچ‌سیشون هم کردن، مثلا مارکرای آی‌اچ‌سی لانگرهانسل LCH توشون مثل CD1 و خدمت رو عرض کنم که حالا توی این اسلاید میبین تو آی‌اچ‌سی حتی S100 و CD1 ایشون هم مثبت بوده و مریض به صورت قطع براش تشخیص LCH گذاشتن و مدت ها کموتراپی میشده که برای همین خب خیلی اخیرا می‌بینیم که حتما در نظر داشته باشیم و این تشخیص اسکیپ. ولی بعد مثلا این یه کیسی بوده که حالا عکس تنش خیلی واضح نیست، یه سری زایات پاپولر قرمز قهوه‌ای روی تنش داشته ولی کف دست و پاش هم زایات پاپولر داشته ولی درموسکوپی خیلی کمک کرده به تشخیص که اون فلشی که نشون داده شده توی عکس دی این نمای تیپیکی که در درموسکوپی در واقع اسکیویز دیده میشه. خیلی از موارد اسکیویز به خصوص در شیرخواران مخصوصا نوع نودولرش که زایات قرمز قهوه‌ای داره با بیماری ماستوسیتوز یا اورتیکاریا پیگمنتوزا اشتباه شده و جالبه حتی داریرسان روی این نودول ها مثبت بوده. داریرسان همونجوری که میدونید یعنی یه وقتی این نودول ها رو مالش میدیم دوچار زایات کهیر و قرمزی میشه و حتما دوباره تکرار اسکیویز از اون تشخیصایی که تو شیرخواران باید به فکرش باشیم تا اینکه میسش نکنیم. مواردی از اسکیویز که به صورت بولوس اسکیویز در اطفال گزارش شده، البته این فرمش در سنین پایین‌تر در سنین ببخش افراد مسن شایع‌تر بوده ولی در بچه‌ها هم زیاد بوده که خدمتتون عرض کنم که یه ساب تایپ نادری از اسکیویز حالا گزارشات و سن زیر 14 سال مواردش کمتر بوده. به صورت یه سری تاول‌های تنس مثل مثلا حالا یه بولوس اینسکت بایت توی بیشتر انتهاهاشون بوده ولی حتی موارد جنرالیزش هم بوده. ولی خب تو معاینه دقیق تر وقتی که به انگشتان رو دیدن و یا بهش فکر کردن و نقاط دیگر رو معاینه کردن شواهدی از بارو دیدن و گفتن علت این تاول توی در واقع این فرم های بلوس اسکیویز یا اینکه میتونه ناشی از سوپر اینفکشن استاف باشه یا اینکه مثلا تایپ یک هایپر سنسیتیو ریاکشن به مایت باشه یا اینکه گفته شده یک در واقع آنتی بادی مدییتد بولا فورمیشن هست. این هم کیس ریپورت دیگری از بلوس اسکیویز که یه پسر 15 ساله چینی بوده که یک ماه بوده که این خدمت رو عرض کنم که همینجوری در این شکل می‌بینیم یه سری زایات وزیکول بروز روی ناحیه پنیسش داشته و مراجعه که می‌کنه تا مدت‌ها در واقع کرم کورتیکوستروید مصرف می‌کرده، آنتی بیوتیک می‌گرفته که خب مقاوم بوده به درما و بعد با معاینه دقیق‌تر در واقع می‌بینن که لای در واقع انگشتانش زایات تیپیک اسکیویز دیده شده و با شک به اسکیویز درمان شده و درمانش هم مثل اسکیویز کلاسیکه و به خوبی پاسخ داده و بدون اوت. کیس بعدی یک آقای 24 ساله بوده که در واقع برای بررسی خارشی که از 3 ماه قبل داشته، خارش سرتاسر بدن و پوست خشکی که داشته مراجعه میکنه، چرخال میده که از 2 هفته قبلش متوجه یه سری نودول هایی رو ناحیه اسکروتوم شده و چرخالی از تماس نزدیک با در واقع شخص دیگه یا نمیده و زایات مشابهی رو هم قبلا نداشته. به پزشکش که در واقع خانوادش که مراجعه میکنه براش داکسیسایکلین تجویز میشه، حالا شکلش رو نشون میدم اول که روی اسکروتومش زایات نودولر به این شکل داشته، براش داکسیسایکلین شروع میشه
به مدت 10 روز کرم تریامسون استونایت براش دوبار در روز داده میشه، ولی علائم مریض همچنان پا بر جا میمونه. مراجعه میکنه دوباره، آنتیبیوتیکش عوض میشه، سفالکسین میشه 3 بار در روز و کرم کورتیکوستروژن قوی تر میشه، فلوسیدونایت میشه. در معاینه پوستی که حالا بعدا مراجعه میکنه که به صورت کامل معاینه میشه، میبینن که 60% سطح بدنش یه سری پاپول های اگزمایی و فولیکولار داشته و معاینه لای انگشت داره، دستش در واقع باروهای تیپیک اسکیویز دیده شده. این مریض رو جالبه از 5 نقطهش در واقع اسکین اسکرپینگ انجام میشه، ولی شواهدی از مایت یا حتی اوباش یا مدفوعش دیده نمیشه و تشخیص اسکیبی تایید نمیشه و با تشخیص اسکیبیز اینکاگنیتو این ترم براش درمان میشه و چون نمای شبیه درماتیت داشته در پوست بدنش، همونطور که گفتم پاپول های فولیکولر و اگزمایی داشته، یک ترمی که به کار برده شده در مقاله به اسم اسکیبیز سرپتیسیوس، که اسکیبیز های پنهانی که اینا اصلا شبیه بیماری های دیگه هستن و خب ولی اینا اسکیبیز هستن و معمولا هم اسکیبیز رو نمیتونیم به این راحتی چون درش دیتکت بکنیم، ولی با توجه به اون نودول های تیپیکی که در ژنیتال آقایون معمولا دیده میشه و اون چند باروی که حالا دیده شده بود، شاید به دلیل اون کورتیزون طولانی مدت که مصرف کرده بود که مایک دیده نشد، درمان هم خوراکی برای شروع شد، ایورمکتین برای شروع شده بوده که 12 میلی گرم خوده 200 در واقع 0.2 میلی گرم پر کی جی برای شروع شد و پرمترین موزی، ولی مریض همچنان خارش شدید داشت ناحیه ژنیتال و بدنش و مجبور شدن هم کورتیکوستروید سیستمیک و هم تاپیکال برای شروع بکنن، حتی 60 میلی گرم به مدت 9 روز از 60 میلی گرم برای شروع شد و در مدت 9 روز تیپر شد و پماد تریامسون استتال که به تدریج خوب شد. مواردی از اسکیبیز مقالاتش بوده که حتی با SLE، حتی با پروریگو نودولاریس اشتباه شده، به صورت مالار اریتما بوده و این جدول دیفرنشیال دیاگنوزای اسکیویز هست که موارد مثلا به خصوص در سنین پایین‌تر ممکنه ما این اشکال آتیپیک یا آن کلاسیک اسکیویز رو به صورت شایع‌تر ببینیم و باید بهش فکر کنیم تا بتونیم تشخیص بدیم. انواع بلوسش با حتی ای بی، اکیوت کانتاکت درماتیت، گزش حشره با بلوس امپتایگو، حتی موارد با بلوس پنفیگوئید اشتباه شده با پنفیگوس وولگاریس، حالا نوع کراستدو که بعداً میگم که با سوریازیس و سبوریک درماتیت به صورت شایع اشتباه شده، انواع نودولارش با هیستیوسیتوز هم که گفتم با لنفوم و اورتیکاریا پیگمنتوزا، مواردی بوده که شبیه درمات ترپتی فرم بوده، حتی مواردی که مقالاتی هست که به صورت اکیموز بوده و با چایلد ابیوز اشتباه شده، LCH لایک که گفتم، SLE لایک، کهیر و UP لایک. کیس بعدی یک در واقع شیرخوار 11 ماهه بوده که 6 ماه بوده شرحالی از یه راش شدیدن خارشداری رو داشته که شدیدن کراسته بوده و سر تا سر بدنش رو اکسکوریه کرده بوده. تو 8 ماهگی به پزشک خانوادهش مراجعه میکنه و با تشخیص آتوپیک درماتیت و عفونت ثانویه بر روی اون براش پماد مومتازون دوبار در روز به مدت 2 هفته و کلوگزاسیلین خوراکی و کرم امولینت براش شروع میشه، ولی خب همچنان خارشش پا بر جا میمونه. سطح آی جی ایش نرمال بوده و تو شرحال پاسیستوریش هم نکته ای نداشته. تو معاینش همینجور که در این شکل میبینیم به صورت جنرالایز در واقع نواحی هایپرکراتوتیک و کراسته به خصوص در چینهاش که همینجور که میبینیم الان تو کشاله رانش و کف دست و پاش دیده شده، که براش تشخیص کراسید اسکیبیز داده میشه که این کیس رو گذاشتم که همیشه ما انتظار داریم کراسید اسکیبیز رو در افرادی که نقص ایمنی دارن یا موارد از HIV، لنفوم یا بیماری های زمینه ای دارن دیده بشه، ولی در شیرخوارانی که چون برای این مریض هم اومدن CBC انجام دادن، هم پروفایل بیسروتیسل براش چک کردن، مقدار ایمونوگلوبولین ها رو براش چک کردن، HIV تست دادن، همه نرمال بوده، در شیرخوارا میتونه کراسید اسکیبیز بدون اینکه علت زمینه ای نقص ایمنی وجود داشته باشه دیده بشه. کراسید اسکیبیز همونجوری که گفتم معمولا خب یا بهش میگن نروژیان اسکیبیز به این علت که اولین بار از نروژ در یک مریض جزامی توصیف شد، ولی خب تو مریضای کلا تو مریضایی که نقص ایمنی دارن یا اختلالات نورولوژیک دارن
دیده میشه، ولی خب دوباره تاکید میکنیم گاهن در افرادی که از همه جهات دیگه سالم هستن دیده میشه. و خب تو کراسید اسکیبی نکته مهمی که اینا معمولا در اکثر موارد خارش ندارن، یا اینکه کم گزارشاش همراهی با سندروم دار در افرادی که پیوند شدن، هم دوباره تو شیرخواران و افراد با HIV دیده شده. و زایات هایپرکراتوتیکه و کراستش هم بیشتر کف دست و پا و حتی زیر ناخونها و پشت گوش دیده میشه. و اسکالف و صورت هم در این نوع میتونه حتی در نوع بالغین وقتی کراستد باشه کاملا درگیر بشه. بسیار مصریه، چون گفتیم که در نوع کراستید مایت خیلی تکثیر میکنه، تا میلیون ها میتونه توی بدن اون فرد مبتلا وجود داشته باشه. و بیشتر موارد علت یه آوتبرک توی جامعه موارد کراسید اسکیبیز هست، و انتقالش هم به یه شخص دیگه میتونه یک اسکیبیز کلاسیک ایجاد کنه، رگولار اسکیبیز. این هم در این شکل در واقع کراسید اسکیبیز رو نشون داده، و اون زایات ناخونیش که کاملا کراسته و هایپرکراتوتیک هست. این هم یک کیسی بوده که تشخیص کراسید اسکیبیز بوده که تا مدت‌ها مریض میز شده. 3 سال بوده که این زایات کف دست رو داشته، با تشخیص سوریازیز مدت‌ها کرم‌های حاوی کورتیکوستروئید مصرف می‌کرده. این خانم جالب بوده، هیچ بیماری زمینه‌ای هم نداشته. بعد مراجعه می‌کنه، جوری که کف دستاش حالت دفورمیتی پیدا کرده بوده که جراح پلاستیک معرفی میشه برای دبریدمان، و در نهایت که این کراست ها به پاتولوژی ارسال میشه، شواهدی از اسکیبیز دیده میشه، و با تشخیص کراسید اسکیبیز داروی زدگال خوراکی و موضعی به همراه دبریدمان جراحی که در نهایت مریض نتیجه میگیره. و این اسلاید هم گذاشتم که اکثر موارد کراسید اسکیبیز مخصوصا در افراد با ایمنی سالم خوب میز شده، و این هم در مواردی بوده که تا مدت ها با تشخیص های دیگه، حالا یا داروهای کورتیکوستروئید خوراکی و موضعی، به مدت طولانی میگرفتن و مایت بسیار تکثیر شده. اگه تا اینجا اساتید محترم نکته ای دارن، یا اینکه من ادامه بدم مثلا در اشاره ای به درمان هاش بکنم، ممنونم. یا همکارای دیگه؟ خانم دکتر، حالا قبل از اینکه به درمان بپردازیم، واقعا طریقه انتقال رو ما اون چیزی که هستش، خب بیشتر سکسوال مطرح میشه دیگه، خواهی میبینیم که شایع‌ترین روش های انتقال تو بچه ها چی هست؟ و الان توی خب شرایطی که خب شما مریضا رو توی بیمارستان راضی مشاهده میکنین، هیستوری که گرفته میشه، چون تا هیستوری دقیق قدم نگیره ممکنه خوابی دوباره برگرده دیگه. معمولا وقتی هیستوری میگیریم، شایع‌ترین راه انتقال به بچه‌ها چی بوده؟ یعنی عملا هم خب همه هیستوری میدن، سابقه خب تماس چیز نداشتیم، مشکوک نداشتیم، چون همین کیسایی هم که شما معرفی کردین اکثرا سابقه تماسشون مبهمه. در مورد اسکیبیس واقعا خیلی بیماری سختیه. بازم راههای شایع انتقال رو به ما بفرمایید. مثلا ببینید، یکی میاد میگه که خب من حالا مثلا ممکنه که من مثلا تو اون رخت خواب آلوده مثلا تا چقدر ممکنه که اون انگل بمونه و قابل انتقال باشه، یا اینکه کسی که آیا ممکن است تو مثلا توالت فرنگی یکی که تو باسنش مثلا حالا آلودگی داره تو توالت فرنگی بشینه بگیره. اینا سوالاتی که هست. یه سوال دیگه من اینه که آیا مثلا عملا چقدر مثلا اگه مریضی رو حالا ما تشخیص اسکیبیس مثلا تو بیمارستان میدیم یا تو منزل میدیم، ایزولیشن این بیمار باید تا چجوری رعایت بشه که مثلا این مریض رو مثلا ما بگیم سطوح رو چجوری ضد عفونی کنن، وکیوم بکنن، جارو برقی بکشن، آیا مثلا باید ما مثلا روشای ضد عفونی کننده دیگه استفاده کنیم؟ اینا سوالاتیه که خب عملا خیلی پیش میاد برای ما که مادر از ما میپرسه خب من خونه رو چجوری ضد عفونی کنم، راه انتقالش رو بگین من همه رو مثلا پیشگیری کنم، رخت خواب رو مثلا چقدر مثلا حالا بجوشونم. راه های اینا رو اگه لطف بفرمایید اشاره بکنید، بعد بریم به تریتمنت حالا دارویی بپردازیم. بله متشکرم. در مورد روش های انتقالش، همینجوری که گفتیم، برخلاف پدیکولوز که معمولا بچه ها سورسش در خانواده هست، یعنی بچه میاره توی خانواده، من فکر می‌کنم اسکیبیز برعکسه که همینجوری گفتم تو بالغین و شما فرمودید معمولا سکشوال کانتاکت که اسکیبیز رو بین بالغین منتقل میکنه. و در مورد وسایل همینطور که گفتم، چون خود اسکیبیز خارج از بدن انسان گفته شده مخصوصا تو دمای معمولی 24 تا 36 ساعت معمولا بیشتر زنده نمیمونه، و من اکثر جاهایی که دیدم و رفرنس های معتبر حتی گفته شده در مورد حالا شما توالت فرنگ جای دیگه انتقال از طریق
وسایل رو گفته کنتراورسیه. مگر موارد کراسید اسکیبیز که خب مثلا اون روی بدن فرد اونقدر اون لود زیاد مایت وجود داره. معمولا یه فرد بالغیه که مبتلا شده و توی خانواده به علت بچه ها هم معمولا اون کلوز کانتکتی که ما با بچه ها داریم که با بچه ها خب تماس نزدیکتر و بغل کردن اون تماس نزدیکتر که با بچه ها داریم، در مورد بچه ها سکچوال کانتکتی گفته نشده، همون کلوز کانتکت در مورد انتقالشون گفته شده. در مورد اون روش هایی که حالا باید برای درمانشون، من ادامه اسلایدا بهش میگم الان اگه که اجازه بدین ادامه بدم. این الان توی همین درمانش هم الان در مورد درمان اسکیبی سه تا اصل وجود داره. این که خب چیکار باید بکنیم؟ یکی اینکه مایت هست بکنیم، یکی اینکه علائمش رو درمان بکنیم. علائمش گفتیم خب ناشی از یک واکنش ایمونولوژیکه، ناشی از این در واقع اجزای بدن و مدفوع اسکیبیزه. و اینکه اگه عفونت ثانویه هم اتفاق افتاده باشه اونو درمان بکنیم. اکثر درمان‌های زدگالی که وجود داره اینا معمولا اثرات نوروتوکسیک روی مایت دارن و خب داروی جدیدتر ایورمکتین که خوراکیش حالا جدید که نیست، قبلا درقی داروی در واقع زدکرمی بوده که مدت ها وجود داشته. ایورمکتین اون به صورت فرم خوراکیش میتونه به موارد کراسید اسکیبیز و مواردی که اسکیبیز در جامعه اپیدمی شده به کار برده بشه. در مورد اینکه آیا حالا مریض که مبتلا شدیم چه اقداماتی انجام بدیم، که حالا اینجا میگم اینکه تمام افراد مبتلا، تمام افرادی که در تماس نزدیک با اون فرد بودن باید درمان بشن، چون همونجوری گفتیم 4 تا 6 هفته بعد از اینکه فردی مبتلا میشه طول میکشه تا اون واکنش ایمونولوژی و علامت دار بشه، به خصوص فردی که اولین باره که مبتلا شده. پس صرف اینکه افراد در تماسش بی علامت هستن رد نمیکنه که اینا مبتلا هستن. بنابراین هر فردی که در تماس با اون کسی که ما تشخیص براش دادیم باید درمان بشه. گفته شده که چه اقداماتی، تمام لباس ها، ملافه ها، حله ها در آبی که دما 60 درجه گفته شده کافیه. مثلا حالا که با ماشین لباس شویی من تو عکس بعد نشون دادم این به دست میه و لازم نیست مثلا معمولا کارهای سختگیرانه‌ای مثل دوشوندن اینا براش انجام بشه. از لحاظ این که جاروبرقی پرمکش کشیده بشه تمام قسمت ها رو، اگر اسباب بازی های مثلا عروسک هایی وجود داره، یه از سری وسایل اسباب بازی ها یا وسایلی وجود داره که اونا قابل شستن نیست، میشه داخل یه پلاستیک بگ گذاشت و خدمتتون عرض کنم که 72 ساعت داخل اون باشه کافیه. در مورد کسایی که حیوانات خانگی دارن که اصلا نیاز به درمانش وجود نداره، چون که گفتیم اصلا به اونا منتقل نمیشه، در این حد گفته که اقداماتی که انجام بدیم. و در مورد اینکه ایزوله بکنیم و اینا، همون فقط اون درمانی که شروع میکنیم براش بار اول و یک دور درمان و مثلا مریض که همون خب خط اول درمانمون که اویدنس لول A داره، کرم پرمترین 5% که به صورت اینکه تو از گردن به پایین زده میشه رو کل بدن و به مریض تاکید میکنیم که یادت نره مثلا ناخونا کوتاه بشه، زیر ناخونا فراموش نشه، چینها فراموش نشه، داخل ناف فراموش نشه، شیار باسن، کلن اینا رو بهش گوشزد میکنیم که به صورت کامل لای انگشتای پا تا نوک پا باید این کرم رو بزنه و معمولا 8 تا 14 ساعت میمونه و یک هفته بعد تکرار میشه. علت تکرارش هم اینه که تو اکثر موارد درمان زدگال اینه که این درمان های زدگال اکثرشون روی خود تخم این مایت اثر خیلی قابل توجهی ندارن و خب ما میخواییم مطمئن بشیم که این درمان هفته بعد تکرار کنیم که همه این مایت ها از بین رفتن. و با مصرف یک بار از در واقع این خدمت رو عرض کنم که این کرم معمولا مشکلی نیست و اینکه با تمام وسایل و ملافه ها و تمام اونا به اون اقداماتی گفتیم و این درمان ها انجام بدیم معمولا نیاز به ایزولیشن بیشتری نمی باشه. در مورد پرمترین گفته شده در فقط در شیرخواران بالا، البته اینجا نوشته کنتراندیکه ولی الان این رد شده، در شیرخواران زیر 2 ماه هم استفاده میشه، حالا من بهش اشاره میکنم، فقط در بالای 2 ماه پرمترین، کرم پرمترین FDA اپروده. در خانمای حامله هم چون که گروه B هستش پرمترین میشه به صورت سیف استفاده بشه ولی مدتش هم میشه محدود کرد به مدت 2 ساعت. داروی بعدی که اونم اویدنس بیس A داره ایورمکتینه که در ایران هم
موجود و قرص های 3 میلی گرم و 6 میلی گرمش وجود داره با دوز 200 میکروگرم پر کی جی یا همون 0.2 میلی گرم پر کی جی به صورت خوراکی یه دوز میدیم و معمولا یه سری در واقع توصیه هست که دو بار تکرار بشه و یه سری دیگه CDC میگه دو بار و یه سری گزارش دیگه یک بار بعد یعنی هفته بعد تکرار بشه. توی SKBs داره ایورمکتین به صورت آف لیبل استفاده میشه ولی باید بدونیم که در افرادی که در واقع بچه های که زیر 15 کیلو هستن و خانم های باردار و شیرده کنتراندیکه هست و بیشتر ما مواردی میذاریم ایورمکتین استفاده بکنیم که خب مواردی خیلی شدید باشه، کراسته باشه، مریض ایمونو کمپرومایز باشه استفاده میکنیم و نتایج خیلی خوبی داره. درمان های دیگه ای اسکیپ مثل مالاتیون، حالا اگه اساتیدم با تجربه هستم من اینا رو خب تو ایران ندیدم، مثلا مالاتیون لوشن یا من تجربه ای ندارم. در مورد پماد سولفور که معمولا به صورت ساختنی ما به صورت غلظت 6 تا 10 درصد در بیس وازلین یا مینرال اویل می نویسیم، اونم از لحاظ اویدنس بی بوده ولی خب که معمولا به این صورت استفاده میشه که روزانه تا به مدت 3 تا 5 روز در تمام بدن آغشته می کنیم و بعد 24 ساعت بعد از آخرین استفاده شسته میشه ولی خب خیلی بوی بدی داره، بسیار حالت دردسر زیادی برای استفادهش داره ولی به صورت شایع در خانم های حامله و شیرخواران استفاده میشه ولی خب مطالعات سوفو در خانم های حامله خیلی زیاد نبوده که مثلا سیفتیش رو اثبات بکنه ولی به صورت از قدیم میدادن و اکشا همیت مشکلی نبوده. لوشن های ایورمکتین در دنیا وجود داره که خب ما ایران نداریم، کروتامیتون که خب ولی اثرش خیلی روی اسکیبیز ضعیفه اثرات ضد گالش ولی خب اونم سیف جز اویدنس بی داره که به صورت کروتامیتون کرم 10 درصده که معمولا در سر تا سر بدن به مدت 5 روز متوالی اونم استفاده میشه و 24 ساعت بعد از آخرین استفاده شسته میشه و این درمان ها همشون تکرار میشه هفته بعدی. همینجور که گفتم تو اون کیس های مواردی که مثلا ما نودول داریم، نودول های اسکیویز، اینا معمولا به درمان های ضد اسکیبیز مقاوم هستن و حتی تزریق داخل زایای کورتیکوستروید و حتی کرم های تاپیکال استروید رو استفاده میکنیم. خط سوم درمان های زرباق ضد گال من اینو گذاشتم که ببینید لیندان که خب حالا خیلی ها به صورت خط اول استفاده میکنن خط سوم هست و حتی تو کالیفرنیا که اصلا ممنوع شده استفاده مقاومت باش خیلی زیاده، آمریکن آکادمی آف پدیاتریکس اصلا توصیه نمیکنه در بچه‌ها زیر 2 سال که ممنوعه، تو خانمای حامله و شیرده هم ممنوعه به خاطر اون اثرات نوروتوکس داره ولی خب روش استفادهش اون هم از گردن به پای معمولا اورنایت استفاده میشه و هفته بعد تکرار میشه. در مورد داروهای دیگه مثل کوتیلوماکسات و داروهای دیگه خب اوییدنس بالایی ندارن. در مورد نئونیتال اسکیبیز خب به صورت شایع معمولا سولفور استفاده میکردن، سولفور 6 درصد که سیف هست در شیرخواران و خانمهای حامله ولی اویدنسش دیه، ولی اخیرا به صورت شایع از کرم 5 درصد پرمترین با اینکه بالای 2 ماه اپروف شده زیر 2 ماه هم استفاده شده و همون 8 ساعت استفاده شده ولی یادمون باشه که اسکالپ در اینا میتونه درگیر باشه و معمولا یه هفته بعد تکرار میشه و مقالات من 2021-2020 دیدم که زیر 2 ماه هم پرمترین به صورت کاملا سیف در این گروه سنی استفاده شده. در مورد اینم نئونیتال اسکیبیز این جدولم که خب گذاشتم که حالا دوباره تاکید بکنم که بهترین پاسخ و به در واقع درمان های ضد گال ایورمکتین داره که اکسلنت است، کلوب سوفو پاسخش خوب بوده ولی کروتامیتون و لیندان خیلی پاسخ ضعیفه و مقاومت باش زیاده، پرمترین هم پاسخش رو خوب نوشته، گود نوشته و تنها دارویی که FDA در واقع پرگنانسی کتگوریش هم بی هستش پرمترینه که گفتیم میتونه خانم حامله استفاده بشه و ولی خب مدت زمانش رو کمتر میکنی. در مورد پروگنوز اسکیبیز معمولا وقتی درمان اسکیبیز ما شروع میکنیم علائم خارج و علائم پوستیشون 1 تا 3 هفته بعدش کاملا خوب میشه ولی یادمون باشه نودول ها و زایات وزیکولو پوستولر کف دست و پا و گاهن هم یه سری زایات پاپولر روی تنه و اندام ها اینا ممکنه تا مدت ها پایدار بمونه و باعث نگرانی والدین بشه که در مورد نودول های اسکیبی که ممکنه تا ماه ها پابرجا بمونه گفتیم پماد های موضعی کورتیکوستروید و حتی تزریق داخل زایی خب برای بچه ها توصیه نمیشه.
تو این گروه سنی و باید به والدین اطمینان داد که این مدول ها مصری نیست و خوب میشه و به خصوص از اینکه بدونیم که درمان های ضد اسکیبیسم رو دوباره تکرار نکنیم و نشانه عدم موفقیت درمان ندونیم. ضایعات وزیکولوپوستولر کف دست و پا به صورت در شیرخواران میتونه تا مدت ها بعد از درمان موفقیت آمیز اسکیبیسم پا بر جا بمونه که در واقع اون هم درمانش با تاپیکال استروید و تاپیکال استروید و آنتی هیستامینه که همچنین می در این شیرخوار با اینکه درمان اسکیبیسم موفقیت آمیز تا مدت ها این شیرخوار به صورت رفت و برگشتی این ضایعات وزیکولوپوستولر کف دست و پاش میده که خب من مریضش داشتم و خب باید فقط به مادر اطمینان بدیم که این نشان دهنده ری انفکشن نیست یا عدم پاسخ و کرمای کورتیکوس موضعی و آنتی هیستامین بهش بدیم. اگه سوالی هست من در خدمتم حالا تا مبحث بعدی. با تشکر از شما خانم دکتر، من فکر کنم که به مبحث بعدی امروز نرسیم. من فکر کنم سوالات اسکیبیس رو بتونیم مثلا سوالات که شایع هست و بپرسم. حالا من سوالاتی که خودم به ذهنم میرسه همکارای دیگه هم اگر حالا تو چت بذارن یا چیز کردن. یکی مسئله اینه که بعد از اینکه خب پماده میزنن حالا دستورالعملش نوشته که چقدر بعد حمام کنین. معمولا مادر اینجوری وسواس پیدا میکنن بعد اینکه کرمو استفاده میکنن. اشکالات شایعی که آدم میبینه اینه که مادر از ترسشون مرتب میرن حمام. یعنی توصیه میشه که بعد از اینکه کرم رو استفاده کردن و خب اولین شروع رو انجام دادن دیگه تا یه هفته بدنشون رو نشورن، که این حالا چیزی که معمولا اینجوریه دیگه توصیه که دیگه نمیخواد حمام بکنن مرتب. من در مورد اسکیبیز ندیدم که مثلا حمام کردن و گفته نشده، ولی در مورد پدیکولوز گفته تا 24 ساعت بعد از اینکه پرمترین استفاده میکنن دوش نگیرن. احتمالاً در مورد اسکیبیز همون 24 ساعت کافی باشه. 24 ساعت بعد از استفاده از اون کرم استعمال موضعی کرم خودشون رو نشورن و من حالا فکر میکنم توی بعضی از رفرنس ها من دیدم که توصیه میکنن که یعنی سعی کنن خیلی دوش نگیرن. بله درسته. حالا بعد از اینکه پدیکولوس همون اسکیبیسیدال رو استفاده میکنن باید تا یه هفته حالا سعی کنن خیلی شستشون ندن خودشونو که ما بقیه این کرم یه ذره بمونه و جذب بشه که اون در حقیقت تخمم حتی از بین ببره. حالا مجددم که استفاده میکنن. بعد یک مسئله دیگه خواهم دکتر، سوالی که مصطلح انتشارش از طریق استخر و فضاهای رطوبتیه که خب الان تو فضاهای خب مثلا عمومی خیلی از افراد میرن و من خودم یک کیسی رو میشناسم که از طریق استخر گرفت و واقعا خیلی مشکلات پیدا کرد و یه فوبیاشو تو خانواده و واقعا خیلی مشکلات اید ریاکشنش انقدر زیاد بود. حالا فنومن اید ریاکشن هم اگه تو اسکیبیس گذاره، حالا تو خیلی چیزا هست ولی تو اسکیبیس خیلی اید ریاکشن رو میگن که اونم تو ما البته توضیح دادیم که این همین واکنش هایی که مدت ها میمونه و فوبیا مادر و خانواده چون از اسکیبیس میترسن مکررن مصرف دارو دارن، مسمومیت دارویی پیش میاد، ولی واقعا اسکیبیس بیماری بدیه خانواده. یعنی حالا ما خیلی راحت راجبه صحبت میکنیم ولی تا مدت ها اون ندولا درگیر میکنه آدم و خارش ها آزاردهنده است برخلاف شپش. حالا باز شپش یکم راحت تره. و اینکه واقعا چقدر خانم دکتر خانواده ها از طریق سطوح گرفتن، یعنی ما خانواده هایی رو میشناسیم که رفتن توی محیطی که حتی ملافه با خودشون بردن ولی از طریق سطوح گرفتن، چون همطور که میفرمایید کراسته میریزه روی سطوح، یعنی حتما باید سطوح رو آدم اگه میخواد جایی هم بره باید سطوح رو هم قشنگ فکر کنم جارو برقی بکشه. الان دیگه هیچ هتلی فکر کنم امن نیست برای ابتلا. حالا توصیهاتون توی این موارد هم چیه که آدم وقتی مسافرت میخواد بره برای اینکه انتقال نگیره این بیماری رو چه کار کنه؟ یه توصیه که ما به والدین برای پیشگیری میخوایم بکنیم. برای والدین به خود، چون بچه ها رو معمولا گفته شده که معمولا شیرخواران در یک خانواده‌ای که افراد خانواده مبتلا هستن جالبه که شدیدترین فرم اسکیبیز اون بچه و اون شیرخواره و نوزاده میگیره و معمولا الان کیسش رو 3 هفته پیش توی اورژانس همین مرکز طبی داشتیم که شیرخواری آورده بودن با ضایعات وسیع پاپولر شبیه یک اگزمای آتوپیک. مریض با مدت‌ها درمان درمات آتوپیک می‌گرفت ولی کف دست و پاش هم ضایعات وزیکولوپوستولر و بسیار شدید که با تشخیص اگزما هرپتیکوم داشت آسیکلوویر وریدی می‌گرفت. ولی از سایر اعضای خانواده نمی‌پرسیدی، خودشون شرح نمی‌دادن که ما هم خارش دادیم. ولی بچه اون همین که توی رفرنس هم گفته شده معمولا شدیدترین فرمش را میگیره و گزارش های و از مادرم که شرح ها میگرفتیم شیرخوار فکر اصلا 4-5 هفته بود
مادر از قبل از زایمانش خارش داشت، ولی خب خیلی خودش مثلا ازش میپرسیدی میگفت. بعد از شرحال که پرسیدیم، عمه بچه‌م که کنار بچه بود خارش داشت، مادر بزرگ خارش گرفته بود، ولی تا سوال نمیپرسیدیم اینا بهش اشاره نمیکردن. حالا پس نظرم اینه که چون شدیدترین فرمش تو بچه هاست، معمولا بچه ها به این شکل، خب برای بچه ها باید رخت خواب اختصاصی مخصوص از اون جای مخصوص خودشون، حالا کارسیت مخصوص خود. حالا مثلا توی من دیدم توی رفرنس هایی از جاهایی که معمولا شکست درمان اسکیبیز، چون کشور دیگه خب کارسیت هم به صورت چیز استفاده میکنن، و مثلا کارسیت ها رو فراموش نکنیم که وکیوم بشه، در واقع ضد عفونی بشه، محلای مخصوص خودشون داشتن، جای مخصوص خودشون قرار بگیرن. تو بچه ها وسواس بیشتری به خصوص محله خوابشون داشته باشه و محله نگهداریشون، و گزارش های از این که حتی نوزاد 9 روزه، کمترین سنی که گزارش شده نوزاد 9 روزه بوده که در ریپورت ها مبتلا به اسکیبیز شده. ولی من خودم کیسایی که دیدم، یکی همین بود که توی مرکز بودم و کیسی بود که چند سال پیش خودم داشتم، یه شیرخوار 6 هفته بود که چند دست چرخیده بود، جای مختلف رفته بود، مدت ها خارش داشت، بچه کاملا بیقرار بود، و همین که گفتم به صورت ندول هایی که من اول خودم به تشخیص اسکیبیز فکر نمی کردم، و بعد که به صورت تصادف کف دست رو باشه دیدم جرق بزد و به این فکر کردم، و مریض نیست شده بود. و جالبه که با درمان گال خیلی خوب جواب داد، و فکر میکنم که حالا من چیز دیگه یه مد نظرم نیست که حالا اگه کسی شما نظر دیگه دارین من استفاده میکنم. حالا دکتر اگه که این کودک شیرخواری صورتش خب وسیع به صورت، حالا دیدین زایات بچه ها خیلی تو صورت و گردن و گوششون، پشت گوششون اینا شیرخوارا زیاده، اینا رو برای اینجاها یعنی توصیه میکنید که مالاتیون استفاده بکنیم یا نه فقط باز از گردن به پایین رو استفاده بکنیم دارو؟ منظور تمام پرمتری، بله پرمترین رو گفته شده که نوشته شده از شونه به پایین. بله درسته. در مورد پرمترین هم اگه شیرخواری زایه روی اسکالپ و صورتش داره، من این نداره که روی صورت اسکالپ های سرده بشه، جایی من این نگفته، چون میدونید بچه ها خیلی دست به سر و گردنشون میزنن بعد همینو میخورن میکنن تو دهنشون. یعنی من ما خودم حالا که اگه حالا که شما های تجربه دیگه ای داریم، ولی من این فکر کنم نداره، ولی معمولا زایات صورت و اسکالپ با این که گفته شده شایع من خودم ندیدم توی شیرخواران، و معمولا همون گردن به پایین گفتیم و معمولا هم درمان شده، ولی اینکه حالا آیا بالا زده بشه یا نشه یا جایی دیده باشن گفته باشه من داره رو من نمیدونم. حالا خانم دکتر رستمیان همکار فلوی ما که مباحث و حالا توی کتاب های رفرنس های اطفال مطالعه کردن، خانم آیا شما چیزی دیدین خانم دکتر رستمیان؟ میخوام ببینم. با سلام، من هم از زیر گردن به پایین، همه جا هر جا پرمده پرمترین گفته، از زیر گردن به پایین رو گفته، اینکه حالا توی صورت میشه استفاده بشه، چون احتمالی اینکه به چشمم بچه دستش رو بزنه به چشمش هم هستش، جایی ندیدم که تو صورتم بهش استفاده کرد. صورت روی یک درصدش روی یک درصد نداره، روی یک درصد نداره، صورت رو نداره، خانم دکتر با چیزایی که فرمودین شما به نظر میرسه که الان موثرترین و بهترین داروی ایورمکتین باشه دیگه. آدم خب خیلی راحت تره با آرامش، خب مثلا خاشن میخوری استفاده میکنی تا اینکه حالا کرم بمالی ممکنه بعضی جاها رو نزنین. من فکر کنم ایورمکتین داره تو همه چی یه عملا یه انقلابی به پا میکنه که واقعا با یک تکدوز دارو آدم خب خوب میشه تا اینکه حالا این همه کرم بمالی، باز بخت خواب کثیف میشه، دوباره ملافه ها رو چستشو بدی و اینا. من فکر کنم همین حالا توی کرونا هم که ایورمکتین باز دادن، یعنی بله. واقعا بله همون زیر 15 کیلوه که خب نمیشه داد، ولی اگه دوزش رو یه بار دیگه خانم دکتر یادآوری بله. کنید همکارا، چون فکر کنم من یه جدولی هم بود که دوزش به صورت جدولی گذاشته بود که مثلا این چند کیلو، نمیدونم اسلایدش چی شده که نبود، این همون 0.2 میلی گرم یعنی قشنگ جدا کرد وزن چقدر میخوام. معمولا با دوز نوشته شده 200 تا 400 میکروگرم پر کی جی، ولی با دوز همون 0.2 میلی گرم که در واقع میشه 0.2 میلی گرم پر کی جی ما میدی
که معمولا حالا یا قرصای 3 میلی گرمیش یا 6 میلی گرمیش موجوده، که معمولا تو اسکیبیز هم گفته شده که باید دو بار داده بشه، سینگل دوزش کافی نیست، در صورتی که در پدیکولوز سینگل دوزش میدن و کافیه، ولی در پدیکولوز سینگل دوزش کافی نیست. و نکتهش اینه که در مواردی که چون زیر ناخن ها معمولا این نفوذ نداره، خب نمیتونه نفوذ بکنه، اسکیبی خون رسانی نداره، حتما توصیه شده که به همراه ایورمکتین به همراه پنمترین موضعی داده بشه که باروهایی که زیر ناخن ها هست یعنی میس نشه، مخصوصا تو موارد کراستد، مریض کراستد داریم، خب میگیم چویس ایورمکتینه، باید بدونیم که ایورمکتین به تنهایی براش کافی نیست و حتما باید پرمترین موضعی هم به همراهش مصرف کنه. در مورد ایورمکتین گفته شده که حتی موارد از کراستدیاسیس به صورت 3 دوز و 5 دوز که خدمت رو عرض کنم که مثلا در مورد کراستدیاسیس یه رژیم 1-2-8 هست، یعنی بیاد روز 1 ایورمکتین بخوره، بعد روز 2 بخوره و روز 8 در مورد کراستدیاسیس در افراد نقص ایمنی، و حتی در موارد شدیدتر حتی رژیم 5 دوزه که روز 1-2-8-9-15 هم در موارد شدید گفته شده. در مورد پرمترین موضعی هم مواردی که مقاوم هست که حالا ما تو کراسید اسکیبیز گفته شده، ولی ما خودمون تو اسکیبیز هم تو افراد بالغی که مقاوم هست میتونیم کرم پرمترین 5% هر 2 تا 3 روز یه بار هم به مریض بدیم. اینا توی موارد کراسید گفته شده تا 1 تا 2 هفته هر 3 روز یه بار بدیم کل بدنش بزنه، و معمولا ما بدون نیاز به ایورمکتین معمولا این مریضا رو با موارد حتی شدید و شدیدش هم با همین کرم خدمتتون از کام پرمترین، ولی دفعات مصرفش که زیادتر کردیم معمولا به صورت کامل خوب جواب داده. و من خودم تجویزی از ایورمکتین، خب تجربه من خیلی زیاد نیست، خودم مواردی نبوده که نیاز پیدا کنم که ایورمکتین رو به صورت خوراکی بدم. آن دکتر بالاخره موارد مقاوم رو ما به چه مواردی میگیم اگر اونم بفرمایید بهمون، و اینکه بالاخره حالا همکارا سوال کردن بالاخره سر و صورت رو چیکار کنیم، بزنیم پماد، یعنی توصیه میکنید بزنیم یا نزنیم، چون همکاران توی چت سوال کردن. من به نظرم که نزنیم، چون که مواردی که خب حالا بیشتر مواردی که توی بچه‌ها از ناحیه پوستری اوریکولارشون ممکنه درگیر بشه و اونام محل شایعی نیست که خود باروها و مایتا وجود داشته باشه، خب اینا بیشتر به صورت یه واکنش های ایمونولوژیکه که وجود داره و محلایی که خود مایت هستن انتهاها و کف دست و پا، پس اون یه واکنش ایمونولوژیکی که از همون گردن به پایین که شما اون در واقع داروی موضعی استفاده کنین معمولا کفایت میکنه، ما هیچ وقت هم مشکلی نداریم که بخواد حالا اون عوارضی که بعد یه آلرژی کانتاکت مسائل دیگه یا بده به نظرم نیازی نیست. موارد مقاوم هم خب مواردی هست که خدمتتون عرض کنم که علارغم درمان های موضعی که به مریض میدیم و مطمئنیم مریض درست استفاده کرده، جاهایی که میس میشه مثلا خدمتتون عرض کنم که مواردی که مثلا مریض میاد کرمش رو درست استفاده کرده ولی خب مریض دوباره ما مثلا تست میدیم میبینیم که دوباره انگل اسکیبیز رو میبینیم، حتما گفته شده که یه ریویوی بکنی آیا تمام افراد در تماس اون بچه درمان شدن، پدر بزرگ مادر بزرگ رو فراموش نکردیم، تو خانواده اون سکشوال پارتنر رو فراموش نکردیم، پرستار کودک و چی اونو یادمون نرفته، یعنی سری فرم مارک مقاوم رو نزنیم. در مورد خیلی مترسا، فرش، بالش و حتی کارسیت گفته شده اینا رو یه ریویوی بکنیم که آیا در واقع از لحاظ مایت بررسی شده، یعنی در واقع چیز شده، وکیوم شده و کنترل شده و درمان شده یا نه. و اگه با توجه به همه این موارد ببینیم که درمان نمیشه مریض، این موارد مقاوم میگن به نظرم. پس در موارد مقاوم نیاز ما به بیوپسی مجدد داریم دیگه، یعنی باید حتما دوباره انگل رو ببینیم داخل پوست در واقع بله زیر میکروسکوپ با یه اسکرپینگ مجدد، چون خیلی از اینا مقاوم نیست، یعنی مثلا یه واکنش همیشه گفتن یه پوست اسکیپتیک پرورایتیس، یه نودول، یه وزیکولوپوستول ایمونولوژیک مدت ها، و این صرف اینم باید حتما یه تایید لابراتوری، حالا الزاما هم بیوپسی به نظرم نمیخواد، با همون یه آزمایش تست ساده مینرال اویل که بدیم و اینا که ببینیم شک میکنیم که دوباره هست. و حتما هم گفته شده سعی کنیم موارد اسکیبیز رو هم به صورت شک نکنیم درمان بکنیم و قطعی سعی به خاطر آرزه که داروها داریم سعی کنیم قطعیش کنیم و درمان بکنیم که این موارد برامون پیش نیاد که حالا اصلا نمیدونیم چی بوده که درمانش کردیم که جواب نداده، از اول یه تاییدی داشته باشیم براش.
البته یه سری من رفرنس هایی دیدم که یه کرایتریایی بر تشخیص اسکیبیس گذاشتن، موارد قطعی، موارد پروبیبل، موارد این و اینها رو حالا چون خیلی طولانی تر میشد اینها رو خب گرید بندیش کردن که چه مواردی از اسکیبیس قطعیه چه موارد پروبیبله، که من اونها رو نذاشتم. البته اینجا خوب سوال کردن، نوشتن که پس در مورد شیرخواران نهایت توصیهتون زیر 2 ماه چی از خانم دکتر؟ من همون کرم پرمترین 5% رو توصیه میکنم که حالا گفته شد کرم پرمترین 5%، ولی به همراهش کرم پروتامیتون هم داده میشه، اثرات ضد خارش خیلی خوبی داره، معمولا به همراهش میده. ولی میتونم مثلا مدت استفاده از کرم پرمترین به جای اینکه مثلا بگم 8 تا 14 ساعت باشه، حتی تعداد ساعت های کمتری تو شیرخوار استفاده بشه. به نظر من اینجوری استفاده میکنم. همکارانی که آنلاین هستن اگر سوالی دارن در خدمتشون هستیم. خیلی ممنون خانم دکتر، خیلی مفصل و قابل استفاده. منتها خب بطر ریتشو ما در تهران که در حال تو اطفال ما زیاد خوشبختانه نمی‌بینیم، شاید به متخصصین پوست مراجعه می‌کنیم، نسبت به پدیکولوس این کمتره واقعا. بعد خانم دکتر در نقص ایمنی ها اون نروژیان اسکیبیس آلیه تیپی که فرمودید، در این ها هم درمان همین مثل کلاسیکه یا در اینه باید کاری یه هم کرد؟ بله استاد، بله استاد، درمان توی این موارد کلاسیک گفته شده اینجا مواردی هست که اندیکاسیون درمان ایورمکتین خوراکی رو داره به همراه درمان موضعی در واقع ضد گال و چیز دیگه ای معمولا نیاز نیست و همچنین گفتم. ولی خب ایورمکتینشون به جای اینکه 2 بار تکرار بشه، مواردی که حتی 3 بار و 5 بار تکرار بشه، برای اینکه تواتر مصرف کرم پرمترین موضعی 5%شون به جای اینکه ما توی کلاسیک اسکیویز یه بار این هفته میگیم تکرار کن، یه بار هفته دیگه است 2 بار به فاصله 1 هفته، در موارد کراستد هر میگیم هر 3 روز یه بار کل بدن تو استفاده کن تا 2 هفته. من ممنون از خانم دکتر نیکیان به خاطر بحث جالبشون، خیلی زحمت کشیدن. من جلسه خیلی خوب، البته خب سوالات خب زیاد بود. حالا سوالات من فکر کنم خیلی جواب داده شده، مثلا در مورد سگ ها گفتن که خانم دکتر فرمودن که اصلا از طریق حیوانات معمولا انتقال پیدا نمیکنه، حیوانات خیلی مطرح نمیشن و نیاز به بررسی ندارن. و از کورتون و موزیل هم که شما فرمودین که در مواردی که شدید هست، اینجا سوالاتی گفتن که در مواردی که خیلی شدید باشه موضعی هم حتی داخل زایه میتونین تزریق شما تزریق میکنید. حالا سوالای چت رو فکر کنم خودتون هم میتونستیم. پماد پرومتازین من چیزی یادم نیست همکارا سوال کردن، پماد پرومتازین من ندیدم یا هستش نمیدونم. من تجربه ای ندارم، اصلا نشنیدم. بله منم نشیندم. در ضمن هم تو بحث خیلی جالبی بود و ممنون از شما. البته خب خیلی سریع مجبور شدین بگین به خاطر اینکه مبحث خب زیاد بود. ان حالا بتونیم اگه زمانمون رو تو مباحث اینچنینی کم بالاتر بتونیم اجازه بگیریم زمانمون رو بالاتر بریم. در ضمن ممنون، خیلی زحمت کشیدین، من به نوبتم خیلی استفاده کردم. ان که تو جلسات بعدی باز در خدمتتون باشیم. خواهش می‌کنم. متشکرم. خواهش می‌کنم. من خیلی یاد گرفتم. ممنون.